الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين استغفر الله ربي وأتوب إليه والأولى أن يقال إنه إن أرادك امتناع التعبد بالخبر في المسألة التي أنسد فيها باب العلم بالواقع فلا يعقل المنع عن العمل به فزلا عن إمتناءه همان توليك مستحزري موضوع بحث را إمكان تعبد بزن تشكيل مدهد كبحث بحث داك وتحليلي وعقلي و دارای ابعاد و زوایای نسبتا قابل تعمل در خصوص این مسئله مشهور اصولیان معتقد به جواز تعبد هستند در حالی که ابن قبر زوان الله علیک معتقد به استحاله هست ابن قبر برای مدعای خود دو تا دلیل آورد یکی قیاس فروع دین به اصول دین و دلیل دوم هم تحریم حلال و تحلیل حرام در اثر تعبد و فتوا دادنی بر اثر زن بود که عرض کرده بودیم دلیل دوم ابن قبه مهمتر هست و بیشتر مورد توجه و نقل اشکال واقع شده است در خصوص دلیل دوم ابن قبه اولین جواب را شیخ رضوان الله علی از صاحب فصول نقل کردن و صاحب فصول رضوان الله علیه هم جواب نقضی به ایشون دادن در مواردی که در شرع به زن استناد شده است مثل بینه و اون موارد مورد پذیرش ابن قبه و بقیه اصولیان هست و سپس صاحب فصول جواب حلی هم ارائه دادن که جواب حلی اشان مبتنی بر پذیرش حکم ظاهری است و اینکه ما حکم واقعی داریم و حکم ظاهری اگر تحلیل حرام و تحریم حلال در حکم واقعی در قیاس با حکم ظاهری باشد ایشان فرمود این تالی فاسد را فسادش را ما قبول نداریم یعنی میپذیریم این تالی را و این تالی هیچ گونه محضور عقلی از نظر ما ندارد شیخ اعظم رضوان الله علیه باول اولا ان یقال می خواهد جواب صاحب فصول را نادیده بگیرد و ناتمام بداند لذا خودش آستین را بالا میزند و شروع می کند به نقد کردن دلیل دوم ابن قبه رضوان الله تعالی علیه شیخ جواب خود را از اینجا شروع می کند که شمای ابن قبه که معتقدی به استحاله تعبدی بزن هستید آیا در فرض انصداد باب علم صحبت کنید یا در فرض انفتاح باب علم دو تا سوال بسیار کلیدی در مبحث حجیت زن اگر در فرض انفتاح صحبت بکنید یک نتیجه را در پی خواهد داشت و اگر در فرض انصداد صحبت بکنید نتیجه طوری دیگر خواهد شد در کل برای اینکه از قبل محضر شما خبر داده باشم شیخ معتقد است که اگر بر فرض انفتاح علم صحبت ابن قبر رو تعقیب بکنیم حق با هست و ارز کنم این استحاله محقق می شود لذا ارز کنم شیخ خودش بحث را ادامه می دهد و راه حل های را در این خصوص ارائه خواهد داد اما اگر بحث ما در فرض انصداد باب علم باشد شیخ می گوید اصلا چاره جز عملی بزن نداریم اگر ارز کنم معتقد باشم که باب علم و رسیدن به واقع مسدود هست برای ما در این حال ارز کنم خدمت با سعادت شما بخواهیم تکلیف خود را انجام بدهیم چیکار بکنیم لذا شیخ در فرض این صداد برای مسئله کلا سه تا صورت درست میکند و ثابت میکند که راه و مفرد و چاره جز اخزی بزن نیست یعنی مولای حکیم یا ما را امری به طاق بکند و تکلیفی بکند که فوق طاقت ما هست که اون هم خلاف حکمت و عدالت هست و هم نتیجه ندارد چون بالاتر از طاقت را کسی که نمیتواند انجام بدهد یا اینکه اگر تکلیفی به طاق را قبیح بدانیم و عرض کنم ناشدنی بدان مسیح خداوند متعال راه دوم همین اخذ بزن هست یعنی همین اعتماد کردن به روایاتی که در وسایل کتب اربعه هست و در موارد ضرورت اکتفا کردن به اصول ایک عملیه اگر این کار را نکنیم راه های بعدی دیگر این است که یا بگویم اصلا در واقع هیچ تکلیفی نیست یعنی در فرض انصداد باب علم اصلا صفحه تشریع سفید هست هیچ چیزی بر بندگان نوشته نمی شود خب در این صورت تحلیل حرام و تحریم حلال معنا ندارد چون تحریم حلال و تحلیل حرام فرض وجود تکلیف هست باید تکلیفی باشد که عرض کنم همچی چیزی محقق شود اگر شما بگویید اصلا تکلیفی عرض کنم در لوح محفوظ نیست طبیعتا تحلیل حرام و تحریم حلال محقق نخواهد شد اما اگر بگویید عرض کنم که اینجا در فرضی که باب علم منصد باشد ما تکلیف نداریم درست است که در واقع تکلیف نوشته شده است ولی راهشون به اون تکلیف نداریم از ما ساقید هست خب باز همون بحث تحلیل حرام و تحریم حلال محقق می شود چون اگر بالفعل من تکلیفی ندارم یعنی هر کاری خواستم انجام می دهم گاهی ممکن است حرام را خدایی کردم مرتکب بشوم گاهی مباه را بر خود تحریم بکنم که هر دوی اینها تالی فاسد دارد به همین جهت هست که شیخ رضوان الله علیه معتقد است که در فرض انصداد باب علم کلام میقبت تالی فاسد دارد قابل قبول نیست عقل ما به صورت مستقل به این نتیجه میرسد که باید بر اساس زن تکلیف خود را انجام بدهید لذا می فرماید ول اولا ان یقال بهتر آن است که گفته شود یعنی جواب صاحب فصول رضوان الله علی صد در صد تام نیست و در ادامه همین کلمات شیخ دوباره مصنف یعنی شیخ برمیگردد به بررسی کلام صاحب فصول و جواب نقضیشون ایشون رو صد درصد تمام نمیداند لذا خودش میفرماید بهتر آن است که ما جور دیگر از ابن قبه جواب بدهیم ما بگوییم شما در فرض انصداد صحبت میکنید یا در صورتی که ارز کنم انفتاح باب علم را با داشته باشیم بهتر آن است که گفته شود این له این اون ابن قبه اگر اراده بکند از استحاله تعبدی به زن امتناع تعبدی به خبر را در اون چنان مسئله که منصد هست در اون مسئله باب علم به واقع نه تحصیل علم بلکه باب علم به واقعیت علم اخصی از قده هست قطع ممکن است مصیب باشد یا غیر مصیب اما علم اون چیزی است که مصیب باشد ما را به واقع برساند اگر میگوید بابک رسیدن به با واقع بر روی ما منصد هست ولی در این حال ما تکلیف داریم در این صورت فلا یعقلوک المنع عن العمل به پس معقول نمی باشد معنی کردن از عمل به اون زن چی رسد به امتناع تعبدی به زن حتی اگر بگوید به زن عمل نکن ارز کنم عقل با اون در تضاد خواهد بود چه رسد به این که بگوید اصلا عملی بزن یا تعبدی بزن ممتنع هست بالاخره مرحله اول مرحله تعبد و جواز اثبات حجیت هست مرحله دو مرحله عمل هست شما عرض کنم خدمت با سعادت شما حتی عمل رو نمیتوانید من بکنید به خاطر که برخلاف مسلمات عقل هست چرا؟ اذ مع فرض عدم تمکن من العلم بالواقع چرا که با فرض عدم تمکن از علم به واقع دقت بکنید از علم به واقع قطع عرض کردیم عمی از رسیدن به واقع هست زیرا با این فرض که ما راهی برای رسیدن به واقعیت نداریم اما ان یکون للمکلف حکم فی تلک الواقع یا برای مکلف در آن واقع حکم می باشد و اما ان لا یکون له فیها حکم یا اینکه نمی باشد برای اون مکلف در اون واقعه یک حکم مثل بهایم مجانین مثل عرض کنم حیوانات و دیوانه ها که هیچ گونه تکلیفی ندارن از دو حالت که خارج نیست پس یا تکلیفی هست در زمان این باب علم یا تکلیفی نیست فعل الاول اگر اصلا تکلیفی نباشد عرض کنم فلا ف فعل الاول اگر تکلیف باشد ارز کنم در فرض انصداد باب العلم فلا مناس پس چاره نیست از ارجاع دادن اون عبد به اون ابزار و به اون ارز کنم وسائلی که مفید علم نیست که عبارت هست از اصول و امارات زنیه اون ای که از اون امارات زنیه هست خبری واحد اینجا خوب چاره ای نیست بالاخره شما اگر می تکلیف دارید و به تکلیف خود عمل بکنید عمل به تکلیف متوقف بر کشف تکلیف و درک تکلیف هست کشف و درک تکلیف متوقف هست یا بر علم یا بر زن علم که منتفی است پس راه بعدی زن هست پایین تر از زن که وهم اینها باشد یا عرض کنم خدمت با سعادت شما شک باشد بر فرض کاشفیت خب از افی از زن هست پس اگر قطع امکان نداره چاره جز زن نداریم و اگر بفرمایید به زن هم اعتماد نکنید بر زن در عین حال تکلیف دارید همچنانی که از خارج توضیح دادم این مصداق بارز تکلیفی و مالایتاق هست لذا اگر بعد از پذیرش انصداد باب علم شما بفرمایید تکلیف دارید و در عین حال زن را نپذیرید برای کشف و فهم اون تکلیف این تکلیف به مالای طاقه و اگر زن را بپذیرید برای کشف و فهم اون تکلیف این همین مدعای ماست که زن اعتبار دارد حجیت دارد حداقل اینکه تعبدی به زن ممکن هست در فرض انصداد باب علم چاره نیست اما و علی بر فرض دوم که شما فرمایید اصلا در صورت این صداد باب العلم مثل زمان ما تکلیف ندارد بندگان لازم معیت ترخیص فعل حرام واقعی و ترک واجب واقعی دو محضور که فرار کرده از خود مستدل یعنی ابن قبه از اون دو تا محضور اشون اصل مبنایش چی بود درس کنم قبحه تحلیل حرام واقعی و تحریم حلال واقعی یا قبح القای در مفسدک و تفویت مسلحت این دو تا قبح را پذیرفتن و چون زن غالبا مستلزم این دو قبح می شود پس تعبدی بزن زن ممکن نیست این گونه استدلال کردن ما می گویم شما اگر بفرمایید تکلیف هست و عرض کنم خدمت با سعادت شما این تکالیف را عرض کنم در صورت انصداد باب علم اصلا بالفعل ما مسئولیتی نداریم میگوییم همون دو محضور محقق میشود چون مسئولیت نداریم یعنی حرام را میتوانیم مرتکب بشویم حلال را بر خود تحریم بکنیم واجب را عرض کنم برای خود مباه قلم داد بکنیم پس واجب را ترک بکنیم حرام را خدای کرده انجام بدهیم این چیزی جز همون تفیت مسلحت و القای در مفسده نخواهد بود که محقق می شود این اگر بفرمایید که باب علم منصد است و تکلیف بالفعل متوجه بندگان نیست همون محضور ابن قبه محقق می شود اما فا این التزم اگر ملتزم بشود خسم علمی این که با عدم تمکن از علم یعنی در فرض انصداد باب علم نه وجوب هست و نه تحریم در واقع یعنی اصلا در صفحه تکلیف هیچ چیزی نوشته نمی شود و اون صفحه کاملا سفید هست در این صورت عرض کنم خدمت با سعادت شما باید بفرمایید که نه وجوبی در واقع هست و نه تحریمی یعنی اصلا در واقع تکلیف نداریم به علت که واجب و حرام چیزی است که دانسته بشود به طلب فعل اون واجب یا ترک اون حرام و اینجا چون عرض کنم در اصل خود لوح محفوظ تکلیف وجود ندارد در نتیجه عرض کنم نه وجوب هست نه حرام و نه القای در مفسده و نه تفویت مسلحت به خاطر همین جهت هست که با توجه به این توالی فاسده پس چاره جز اکتفا کردن بزن نداریم اگر بگویم عرض کنم خدمت با سعادت شما تکلیف هست خود چاره جز عمل بزن نیست و اگر بفرمایید تکلیف نیست بالفعل یعنی همون ترخیصی در ارتکاب حرام هست یا تحلیل حرام هست و اگر بفرمایید اصلا در لوح محفوظ تکلیف نداریم خب بازم نتیجه همین خواهد بود که باید عرض کنم خدمت با سعادت شما تحلیل حرام و تحریم حلال اشکالی نداشته باشد خب به خاطر همین جهت هست که عرض کنم خدمت با سعادت شما شیخ رضوان الله علیه در پایان می فرماید قل فلا يلزمو. پس لازم نمی آید از تعبدی به خبر تحلیل حرام یا عکسش که تحریم حلال باشد یعنی اشکالی ندارد نفرماید که ارز کنم از تعبدی به زن این تالی فاسد محقق می شود نخیر تالی فاسد محقق نمی شود چون چاره جست عبود بزن در فرض انصداد باب علم نداریم اما سوال اصلی این هست که آیا واقعا ابن قبه در فرض انصداد باب علم صحبت میکند یا این فتح که شیخ میفرماید قلنا و کیف کنه چه عرض کنم این توالی فاسد محقق می یا نه فلا نظن بالمستدل گمان نمی به مستدل که ابن قبه باشد اراده کردن امتناع تعبد بزن را در این فرض یعنی فرض انصداد باب علم بل ظاهر بلکه ظاهر آن است که ابن قبه ادعا می کند انفتاح باب علم را لانه به الادی که ابن قبه اسبق از سید مرتزاست عرض کرده بودم معاصر شیخ صدوق استاد سید مرتزا بوده است و اتباع سید مرتزا اونچنان سید و اتباعی که ادعا کردن انفتاح باب علم را اگر در زمان سید مرتزا و در زمان شاگردانش باب علم مفتوح بوده است پس در زمان استاد سید مرتزا که شیخ صدوق باشد و قبل از ایشان بوده است به طریق اولا باید باب علم مفتوح باشد بنابراین ابن قبر زوان الله علیک از فرض انفتاح باب علم سخن میگوید نه از فرض انصداد اصولا انصداد باب علم یک اصطلاح است که در زمانی متأخرین حادث شده است خب پس اگر باب علم از نظر اشان مفتوح باشد آنچه که تا کنون گفتیم فقط یک فرض علمی بود که اگر ابن قبه معتقد به این صداد باب علم باشد کلامش این توالی فاسده رو دارد و چاره جز تعبد زن نخواهد داشت لذا می فرماید که ما باید بر اساس انفتاح باب علم جواب ابن قبه را بدهیم و بر, اساس فرض انفتاح باب علم همچنانی که بعد انشالله روشن خواهد شد از نظر شیخ رضوان الله علیه القاء در مفسده و تفیت در مصلحت محقق می شود یعنی حق با ابن قبه هست لذا بحث را ادامه می دهد که ما باید راهکاری پیدا بکنیم که بر اساس اون راهکار این محضور را حل بکنیم چون حتی عرض کنم خدمت با سعادت شما نظریه این صداد باب علم در زمان ما هم کمرنگ هست لذا شیخ رضوان الله علیه می فرماید و می ما زکرنا زهر از آنچه که تا کنون گفتیم که بر فرض انصداد بابل علم کلام ابن قبه ارز کنم باطل هست ولی خود ابن قبه از فرض انفتاح سخن میراند و نه فرض انصداد زهره برای شما ظاهر شد اشکالات کلام صاحب فصول که در درس قبل نقل کردیم و ایشون جواب نقضی و حلی از جناب ابن قبه دادند از این بحث هایی که تا اینجا کردیم برخی اشکالات کلام صاحب فصول هم آشکار می شود و مما ذکرنا زهره ظاهر شد برای شما این که مجال نیست بر نقض بر ابن قبه و مثل فتوا یک از نقضه های چهارگانه ای که صاحب فصول عرض کنم بر ابن قبه داشتن مسئله فتوای مرجع بود که فتوای مرجع رو ما همگی میپذیریم در حالی که هم مفید زن هست پس شما در فتوای مرجع چه میگوید جناب عرض کنم خدمت با سعادت شما ابن قبه شیخ میفرماید این نقض صاحب فصول بر جناب ابن قبه وارد بر اون است چرا به که مفروض انصداد باب علم هست بر مستفتی فرض بر آن است که مستفتی بیچاره باب علم را بر رویش منصد میبیند و نیست برای اون مستفتی راهی دورتر از تحریم حلال و تحلیل حرام از عملی به قول مفتی مستفتی و مقلد اگر بخواهد در دام تحلیل حرام و تحریم حلال نیفتد هیچ راهی بهتر و مسونتر از فتوای مرجع برای اون نیست حتی انه لو تمکنه تا جایی که اگر متمکن باشد برای مقلد از زن اجتهادی بر فرض اگر مقلد مقلد فاضل هست و می تواند گمان را تحصیل بکند پس اکثر فقها ها بر عدم جواز عمل به فتوای غیر هست اینجا نمی تواند به زن حاصل از فتوای مرجعش عمل بکند بلکه واجب است که خودش استنباط بکند و بر اساس زن خود عمل کند یعنی عرض کنم خدمت با سعادت شما شیخ رزوان الله تعالی علیه میخواد این نکته را بیان بکند که بر فرض انصداد باب علم عرض کنم خدمت با سعادت شما ما نمیتوانیم اشکال بر ابن قبه داشته باشیم چون او بر فرض این فتاح باب علم صحبت میکند که همین حالا عرض شد لذا نقضی به مثل فتوا بر ابن قبه وارد نیست فتوا در صورتی جایز هست که باب علم منصد باشد ابن, صدع... ارز کنم از جای صحبت میکند که باب علم مفتوح باشد لذا خود به خود این نقض موردی ندارد شاهد این که حجیت فتوه مال انصداد باب علم است این است که در جایی که حتی ارز کنم مقلد فاضل میتواند خودش تحصیل زن و استنباد بکند نظر اکثر فقاین است که حرام است او به فتوای غیر یعنی مرجع اخذ بکند باید بر اساس فتوای خود عمل بکند و این نشان می دهد که سخن در فرض یک ارز کنم انصداد باب علم هست بر مستفتی و الا اگر باب علم مفتوح باشد خب به طریق قولا باید به با علم عمل بکند اگر حتی میتواند زن خود را بر قول مرجع مقدم بکند پس علم خود را به طریق قولا باید بر قول مرجع مقدم بکند بنابراین این نقض اول وارد نیست نقض بعدی و همچنین نقض کردن کلام ابن قبق به قطع فرمودن در قطع شما چه فرماید گاه اونجا جهل مرکب هست با احتمال بودن اون قطع در واقع جهل مرکب من اشتباه کرده هم و متوجه هم نیستم که در اشتباه هم یقین دارم عرض کنم به صحتی باور خود مثلا به درستی که باب این احتمال با یک مخالفت با واقع منصد هست بر قاطع شما چطور عرض کنم قطع را به عنوان جواب نقزیک برای باب زن می آورید در حالی که ما وقتی عملی بزن می کنیم آخیزی بزن هستیم تعبدی بزن می کنیم احتمال خلاف وجدانا همشنان محفوظ هست من زن دارم این هفتاد درصد هشتاد درصد 90 درصد به وجوب نماز جمعه از طریق خبر واحد سقه در حال که همچنان احتمال خلاف ضعیف باقی میماند اما اگر قطع به وجوب نماز جمعه پیدا کنم از طریق خبر متواتر مثلا دیگر هیچ احتمال خلافی اونجا نمیدهم بنابراین این ما نمیتوانیم باب زن را با باب قد قیاس بکنیم و اینکه اگر در باب زن مثلا عرض کنم خدمت با سعادت شما تعبد بزن محال هست که ابن قبه میگوید پس در باب قد هم باید محال باشد نخیر اونجا احتمال خلاف نمیدهیم لذا تعبد به قطع واجب هست اینجا احتمال به خلاف را میدهیم لذا تعبد بزن چی هست حرام خواهد بود یکی بر دیگری قابل قیاس نخواهد بود و کذالک نقض نمودن اون ابن قبر را به قطع با احتمال بودن اون قطع در واقع جهل مرکب این نقض هم مجالی ندارد درست نیست به و درستی که باب این احتمال احتمال این که من در جهل مرکب باشم احتمال مخالفت واقع این منصد هست بر قاطع قاطع هیچ گونه احتمال خلافی را نمیدهد در حال که زان میدهد بنابراین چون مبنای ابن قبین فتاهی باب علم هست این دو تا جواب نقضیش ارز کنم صاحب فصول بر جناب ارز ابن قبه وارد نیست و ما خود ما باید آستین را بالا بزنیم و جواب خود را از ابن قبه بر فرض انفتاح باب علم ارائه بکنیم که انشاءالله تتمه بحث در درسههای بعدی پیگیری خواهد شد غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد